ایران اینترنشنال به منابعی دست یافته که نشون میده سعید برجی متخصص انفجارهای هسته‌ای که در آزمایش چاشنی انفجاری پروژه آباده مداخله داشت و از سال 1398 تا حالا در لیست تحریم‌های آمریکا قرار داره، همچنان در سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی که یک سازمان وابسته به وزارت دفاع مشغول به کار و روی چاشنی‌های انفجاری مرتبط با بمب اتم کار می‌کنه. ایران در چند هفته گذشته بارها بر توان فنیش بر ساخت بمب اتم تاکید کرده. به عنوان مثال محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی اخیراً گفته به زودی از نمونه‌های اولیه سامانه‌های شتاب دهنده و پرتو دهنده گاما رونمایی می‌کنند. به نظر میرسه فعالیت دانشمندانی همچون سعید برجی در راستای تحقق این توانایی‌ها باشه. بر اساس اطلاعات ایران اینترنشنال، سعید برجی مدتی هم زیر نظر محسن فخری‌زاده فعالیت می‌کرده. علاوه بر پروژه آماد، او در پارچین هم با دانشمندان اتمی روستبار به نام ویچسلاو دانیلکو و ولادیمیر پدالکو روی آزمایشات انفجاری شدید و محفظه انفجاری مرتبط با سلاح هسته‌ای تحقیق کرده. وزارت خزانه‌داری آمریکا فاش کرده بود که برجی کارشناس مواد منفجره و فلزات گروه شهید کریمی سپند هم بوده. بنابراین گزارش‌ها به نظر می‌رسه که برجی با پروژه آماد یا اماد که طرحی برای ساخت و آزمایش سلاح‌های هسته‌ای مرتبطه. همکارم سمیرا قرایی از مرکز واشنگتن با ما. سمیرا، چه بیشتر می‌دونیم در مورد آقای برجی و فعالیت‌های او؟ فرداد، اون چیز بیشتری که باقی مون، چون اغلب جزئیاتی که در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده شده رو تو عنوان کردی، ولی نکته مهمی که وجود داره این هستش که تخصص این فرد در رابطه با انفجارهای هسته‌ای است و به رغم اینکه تحت تحریم‌های آمریکا قرار داره، همچنان در مرکز یک برنامه، یک پروژه‌ای هستش که حساسیت‌های جهانی راجع به اون پروژه بسیار زیاده. در مجموع سپند، سازمان پژوهش و نوآوری‌های دفاعی که وابسته به وزارت دفاع هست، کشورهای غربی این سازمان رو مشخصاً ربط میدن به علاقه و جاه طلبی ایران برای ساخت بمب اتم و مشخصاً آقای برجی در حال حاضر داره در این مرکز کار میکنه. پیشتر هم میدونیم که زیر نظر آقای فخری‌زاده کار میکرده و همینطور در پروژه آباده دخیل بوده. آباده همون پروژه‌ای هست که در منطقه به اسم مریوان ایران داشته انجامش میداده و مریوان یکی از همون سه تاسیسات مشکوک هسته‌ای است که پیشتر آژانس از ایران راجبش توضیح خواسته بود و الان هم هنوز آژانس از صحبت‌ها و توضیحاتی که ایران ارائه داده قانع نشده. سمیرا، بیشتر به ما بگو در مورد مذاکراتی هم که میدونیم در وین شروع شده. مذاکرات در وین شروع شد، اما همزمان فرد رویترز تونسته به یکی از گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست پیدا کنه که این گزارش رو آژانس بر مبنای ارتباطی که با ایران، با جمهوری اسلامی ایران داشته تایید کرده. بر اساس پادمان‌های NPT، ایران موظف است که هر گونه فعالیت هسته‌ای خودش رو به آژانس اطلاع بده و به آژانس اطلاع داده که نصب 3 آبشار از سانتریفیوژهای آیارشش رو تمام کرده، یعنی فرایند نصب رو انجام داده و این سانتریفیوژها در حال حاضر در تاسیسات هسته نطنز هستند. همچنان گازدهی نکرده. بحث گازدهی در رابطه با سانتریفیوژها بحث مهمی از زمانی است که سانتریفیوژ آغاز به کار میکنه، وگرنه نصب کردن به تنهایی میتونه خیلی اهمیتی نداشته باشه پیش از اینکه بخواد این سانتریفیوژ گازدهی بشه. گذشته از آیار 6 اعلام کرده که تصمیم داره که 6 آبشار از سانتریفیوژهای آیار 2M رو هم نصب بکنه. این سانتریفیوژها بسیار پیشرفته هستند، 4 برابر سریعتر از سانتریفیوژهای آیار 1 که به موجب برجام ایران اجازه استفاده از اونها رو داره. آیار 1 و آیار 2 میتونن اورانیوم رو غنی‌سازی بکنن و ایران بر اساس سانتریفیوژهای P2 پاکستان اینها رو ساخته. این گزارش است که آژانس امروز به کشورهای عضو خودش داده. در همین روز هم ما در خبر غافلگیرکننده راجع به آغاز مذاکرات احیا شنیدیم، مذاکراتی که به ابتکار اتحادیه اروپا در وین فردا آغاز خواهد شد. رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا روز 29 ماه ژوئیه، همین 12 روز پیش، پیشنهاداتی رو مطرح کرد. اعلام کرد که به زعم او دیگه جایی برای کوتاه آمدن بیشتر باقی نمانده. اون متن رو تهیه کرده، بهترین متنی است که در شرایط فعلی میشه بهش رسید، در اختیار تمام طرفین گفتگو قرار داده. از اونها خواست که بیان امضا بکنند. حالا نزدیک به 2 هفته بعد اتحادیه اروپا یک نشستی رو میخواد در وین برگزار بکنه. ادامه مذاکرات احیا
هاست و گفته میشه که طرف های مذاکره همگی راهی وین خواهد شد. آقای ملی که فرستاده ویژه آمریکا هست در مذاکرات هم در توییت اعلام کرده که به وین خواهد رفت، اما انتظاراتش بالا نیست، انتظاراتش مطابق با حقایقی است که در اختیار وزارت امور خارجه آمریکا است. ممنونم از تو. همکارم سمیرا قرایی از مرکز واشنگتن با ما.